از ناهار ما خورشت کرفس با تمام رفته مدرسه، کتابای سال جدیدش گرفته. خسته شده کار کرده به مامانش. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. همینطور که میبینید من با استایل موی جدید اومدم پیشتون. توی ویدیو قبلی گفتم که قراره برم موهامو تغییراتی بدم و اینم تغییرات موهام. حالا برام داخل کامنت ها بنویسین موهام خوشگل شده یا نه. بذار پشتش هم بهتون نشون بدم. این از موهای من. من دیروز بعد از ظهر نوبت داشتم آرایشگاه. دیروز بعد از ظهر بچه‌ها رو بردم گوشم خونه ماما اینا. دیگه رفتم. دیگه یکم که این کارا میدونی که زمان بره. ولی خب دیگه تا رفتم و کارو شروع کرد ساعت 4 بود شروع کرد. دیگه ساعت 8 تموم شد. از 4 تا 8 4 ساعت طول کشید. دیگه رفتم خونه ماما اینا. جاتون خالی شام اونجا بودیم و شام خوردیم و اومدیم. دیگه دیشب من با همین موها خوابیدم. با همین خود خانم آرایشگر برای من سشوار کشید مدلی. بعدش من خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی دوستش دارم. حالا شما برای من بنویسین که واقعا قشنگ شده یا نه. و دیشب همینطوری خوابیدم. یه ذره اون خوشگلی اولیشو نداره که قشنگ سشوار کشیده بود، بعد قشنگ اینجوری حالت پفدار بود. دیگه خوابیدم پف مفش خوابیده و دیگه گفتم با هر آنچه که مونده بیام پیشتون، چون گفته بودین تو رو خدا سریع برامون ویدیو بذار که موها چجوری شده. بچه من موهامو آمبره کردم چون گفتم شاید بپرسین. این آمبره هستش. آمبره به این صورته که با فویل قسمت های تیکه تیکه از موها رو برداشت. بعد این قسمت های موها ببینید، چون وسط هاش میبینید که حالت قهوه‌ای داره. این قسمت ها رو حالت تیکه تیکه مثل مش چجوری لایه، یه لایه موی خودم یه لایه مش، اینا رو دکورله کرد. ولی قسمت های پایین اگر دقت بکنید، قسمت های پایین دکورلش خیلی بیشتره. قسمت پایینش رو یک تیکه دکورله کرد. بعدش قسمت ریشه های موام رو قشنگ تیره تیره کرد. این خوبیش اینه که وقتی که موام هی در میاد، چون موام خودم هم مشکیه، دیگه اذیت نمیکنه. اونجوری که از خود فرق سر میان مثلا دکورله میکنن یا مش میکنن، بعد موی آدم که هی در میاد یه حالت خیلی بد شکل میشه. ولی این نه، بعد زمینه وقتی تیره است انگار به نظر من خوشگل تره. حالا نمیدونم. بعدا این قسمت ها رو ریشه ها رو همه رو یه رنگی، همه ریشه ها رو رنگ تیره گذاشت اگر ببینید. بعد دوباره یه رنگ کلی هم یه رنگ دودی گذاشت و این شکلی شد. خیلی کارش خوب بود. من که خیلی راضی بودم. حالا بشو تا 3 روز گفته آب نزن، یعنی نشور. اینقدر دیشب خندیدیم به آرشگره. میگم یاده تو اینستا یه نفر گذاشته بود که یه نفر رفته پیش موژکار موژه کاشته بوده. بعد موژکار به خانم گفته بوده که تا 3 روز آب نزن، یعنی 3 روز مثلا آب نخوره به موژه. بعد طرف رفته بوده خونه 3 روز آب نخورده بوده، فکر کرده بوده میگفته تا 3 روز آب نخوره بهش، فکر کرده آب نخوره. و خواهرش بهش پیام داده به مثلا به موژکار پیام داده بوده که خواهر من خیلی تشنشه، 3 روز آب نخورده، الان میتونه بخوره. بابا میگم به موژه‌هاش آب نخوره، نه اینکه خودش نخوره. الان دیشب به آرشگرم گفت 3 روز آب نخوره. گفتم یعنی خودم هم آب نخورم. انقدر دیگه خندیدیم. خلاصه که اینطوری. این از موی جدیدم. امیدوارم که دوست داشته باشین. خلاصه شما همش دارین منو میبینید، بالاخره یه جورایی ما رو تحمل میکنید. حالا اگر خوشتون اومد برام بنویسید. اگر فکر میکنید که مثلا شکل دیگه باید میشد، تغییراتش یه حالت دیگه میشد بهم بیشتر میومد، اونا رو هم بازم بنویسین، همه رو میخونم. ممنون که همراه من هستید. امروز هوا فوق العاده پاییزی شده، باد که خنکی عالی.
دیگه منم صبح زود بلند شدم و میخوام برای ناهار یه خورش کرفس خوشمزه درست کنم. خیلی وقت خورش کرفس درست نکرده بودم. سردام که طبق معمول مثل من سری بیدار شده، سحرخیزتر از من البته، ساعت 7 صبح آقا بیدار شده. بعد دوباره من گفتم بخواب زوده بخواب، یه کوچولو خوابوندمش تو تختش. دوباره ساعت نزدیکای 8 یه رو بعدش دیدم که دیگه نه دیگه مامان پاش منو ببر پایین، آوردمش پایین. دیگه الان برم خورشتم بار کنم، سمام هنوز خوابیده. بعدش هم یه صابونه خوشمزه میخوام براش درست کنم. امروز هم سر رو نمیخوام ببرم مهد کودک، میخوام پیش خودم باشه دیگه، چون این دو فردا نه 3 روز دیگه سم و اینا باید برم مدرسه، گفتم از این فرصت استفاده کنیم صبونه دور هم بخوریم. دیگه سم و بره مدرسه دیگه نمیشه. ممنون که همراه من هستین تا پایان ویدیو من همراهی کنیم. بذار این خنکی پاییز بیا تو، کیفشو ببریم. جاتون خالی. بله؟ به خدا غذا نخوردم. به خدا غذا نخوردی؟ اینا پاکونه میگفتم. از کجا آوردی اینا؟ پاکونه. پاکونه؟ خب بده به من، از کجا آوردی؟ باشون. باشه. صبونه چی دوست داری برات درست کنم؟ پیاز. پیاز؟ بچه ها مگه صبح پیاز میخورن؟ بچه ها نوم پنیر نیمرو میخورن؟ نیمرو؟ تخم مرغ میخوری؟ نه. تخم مرغ، تخم مرغ. خودت میگی تخم مرغ. صدا چی میگه؟ بگو تخم مرغ. اون رو باز کن. بعدا خواستی نقاشی بکشی اینو باز کن. باشه الان میبینیم برای یه دونه تخم مرغ خوشمزه بشکنم بخوریم با هم. بیم مامان چی خریدی؟ آره بعد پسر خوبی باشه همه چی برات میخرم. بیا بریم پسر قشنگم. آفرین. خب اینم از آقا صدرا، میخواستم براش نیمرو بشکنم، هر کاری کردم راضی نشد. بعدش میگم من پلو میخوام. حالا شانسی از دیروز هم یه مقدار برنج و یه مقدار خورش قیمه مونده بود دیروز نهار، دیگه براش گرم کردم، نشسته داره میخوره دیگه. دیگه منم دارم خورشت کرفسمو میذارم، گوشتو گذاشتم داره تفت میخوره، برم به بقیه کارش برسم. من چون میخوام پیاز سرخ شده بهش اضافه کنم، اول گوشت رو ریختم، بعد این پیاز کاراملی رو خودم درست نکردم. پیاز کاراملی رو همسایه خوب رشتم مینا جون من درست کرده، دستش درد نکنه. فوق العاده این پیاز خوشمزه است، یعنی جوری که شما خالی خالی دوست دارین پیاز رو بخورید. ببینید یعنی اصلا یعنی عطر بود، اصلا یعنی یه چیز معرکه است. حتما قول میدم یک بار مینا جون باشه رش پیشم من پیاز بگیرم بگم سرخ کنه، براتون فیلم بگیرم که شما یاد بگیرین. خیلی خوب درست میکنه. پیازهای بیرونی که میگیری خشکه، اصلا طعم و مزه نداره. برای مثلا خورشت اینا زیاد جالب نمیشه، بیشتر برای تزیین غذا خوبه، ولی این طعم غذا رو معرکه میکنه. فلفل زردچوبه میزنم، نمکش بمونه آخر سر، یکم گوشت با پیاز تفت بخوره. من برای خورش کرفس همه رو با هم میریزم، یعنی بهتون بگم که سبزیش و ساقه کرفس و اینا رو همه رو با هم میریزم. بعد در مورد این ظرفا یه نکته که بگم، یه فرد گفته بود توی کامنت ها دیدم چیز جالب پرسید، گفته بود که اینا سخت نیست از توش در آوردن چون مثلا یخ میزنه. ببینید من برای چیزایی که میشه راحت در آورد مثل مثلا سبزی یا کرفس توی ظرفایی که ارتفاعش بلنده ریختم، چون رشتم خونه، رشتم فریزرشو این ظرفا ریختم، دیگه برام تجربه شده بود که چه کار باید بکنم. حتما هم قبلش این ظرفا رو بشوریم. من دیگه روزی که خریده بودم داخل اینا رو سری به سری داخل ماشین ظرفشویی شسته بودم، خوش کردم، جمع کردم، چون اگه می‌خواستم همون روز بشورم خودش یه صبح تازه طول می‌کشه چون تعداد زیاد من خریده بودم.
حتما بشوریم. بعدش که برای چیزایی که فکر میکنید سفت میشه، سخت در میاد از توش، ارتفاع کوتاهشو بگیرین، این ارتفاع بلندا رو نگیرین که راحت تر بتونین، هم راحت تر یخش سریع باز بشه، هم راحت تر بتونین برش بزنین. ولی برای مثلا لوبیا سبز یا سبزی کرفس یا سبز قرمه که اصلا اونجوری سفت نمیشه، من همین ارتفاع بلند میریزم، بعد با قاشق یا چاقو یکی که برش میدم برمیدارم، خیلی راحت در میاد. اصلا ببینید هیچ مشکلی نداره. هیچ چند راحت کنده شد میگم، ولی برای چیزی که خیلی فکر کنید سفته کوچیکشو بگیرید. کاری میکنم نمیتونم غذا خورشتم کم بشه، یعنی هی میگم کم بشه کم بشه، ولی بازم اضافه میشه. خب اینم سبزیشه، توی سبزیشم یه مقدار ساقه من البته اینا آماده خریدم، توش زیت هم با ساقم ریختم، ولی خب همیشه خودم قبلا درست میکردم ساقهاشو جداگانه خورد میکردم، سرخ میکردم، برگاش هم جدا میکردم، برای سبزش هم نعنا جعفری با برگای خود کرفس رو با هم خورد میکردم، سرخ میکردم برای خورش کرفس. حالا من این موقعی که دارم درست میکنم هم یکم نعنا خشکم باز با این تفت میدم، خیلی خوشمزه تر و خوش عطر تر میشه. یه کوچولو هم نعنا خوش، فقط خیلی اضافه نکنید تلخ میشه. این هم که تفت خورد، بعد سبزیش هم اضافه میکنم دیگه، آب بریزم میذارم به پنجه بریزم، آب سبزیش هم اضافه میکنم. بمونه تا بپزه. صدرا خوردی غذا تو؟ آره غذا نخورم. چی؟ غذا نخورم. دوباره بگو. غذا نخورم. خواهش میکنم نوشه جان، دست مکن غذی بردار، دور دهن تو تمیز کن، پشو بودو. دیدی خورشتی شده بود؟ نه بردار، دست مخوازی کثیف رو بردار، آشغالی بودو. نه ببر سل آشغالی بنداز، آفری بودو، زود آفرین پسرم، دست درد نکنه، دست درد نکنه، ممنون. خب سرگ صبونش رو خورد، میخوام برای سما یه صبونه خوشمزه درست کنم با این نونای توست فینگیلی کوچولوی بامزه. میخوام براش فرش توست درست کنم که خیلی خوشمزه است، یه صبونه عالیه برای بچه ها، مخصوصا برای زمان مدرسه شون، مطمئن باشین که خوششون میاد. بعدش هم خیلی مقویه، سیر نگهشون میداره چون نون داره، شیر داره، تخم مرغ داره، عالیه. درست کردنش هم خیلی راحته. حالا از این نون توستای معمولی هم شما میتونید بگیرین، یا همون درسته درست کنین، یا همین میتونید برش بدین و هر کدوم میشه به این اندازه برش بزنید. به من حالا یه دونه تخم مرغشو میخوام بهتون بگم، یه دونه تخم مرغ میخوام، دو قاشق شکر، خیلی نباید شیرین باشه، یه کوچولو وانیل، یکم دارچین،
بعد شیرم در حدی که یه مقدار اینو موادش یکم رقیق بکنه. یه رو همه رو قشنگ هم میزنیم. بعد نون توست ها رو داخل این مواد فرنش توست، موادی که درست کردیم، میزنیم. دو طرفش رو قشنگ، خیلی نباید بذارین داخلش بمونه چون وسطش بعد حتی خمیری و شل میشه. دو طرفش رو بذارین داخل این مواد. بعد داخل تابه توی کره سرخش کنیم. اگر کره هم دوست داشتین نداشتین میتونین از روغن استفاده کنیم، ولی با کره خیلی خوشمزه تر میشه. حالا میخوام چند تا برای سمو درست کنم که هنوز خانم خوابه، دلم نمیاد بیدارش کنم. گفتم بذار آخرین استفاده هاشو ببره، هر چقدر دوست داره بذار بخوابه، بذار خودش بیدار شه دیگه، دیگه کاری نمیشه کرد. یک کوچولو هم وانیل میارم الان بهش اضافه میکنم. بله فردا صبح میره. خورش کرستش نمیدونید این چه عطر و بویی داره، خیلی خوشمزه است و خیلی خب دو تا چایی هم بریزم با این فرنش توست های خوشمزه برای صبحونه با سما بخوریم.
یعنی میخوام یه اعترافی بکنم. این بعضی موقع توی اینستا میبینین که مثلا خانم‌ها با موهای شنیون یا موهای سشوار کشیده مجلسی پا میشن سالاد درست میکنن، خورش درست میکنن، چه‌می‌دونم مهمون میاد پذیرایی میکنن فلان اینا. بعد واقعا سخته، نمیدونم واقعا چه جوریه، یه چیزی پشت پرده هست. من الان موام این حالتیه، فقط دوست دارم یه جا بشینم، دوست ندارم کار کنم. واقعا باید عادت کنیم، واقعا خانومای خونه عادت کنیم، یا موهاشون رو با کش ببندن یا با گیره بزنن اینجا، یا در نهایت مثلا من جی پایینش یه تیکه بنزم، این قسمت رو باید جمع باشه. الان این اینطوری بازه رو مغزمه، ولی چون گفته تا 3 روز نشور و آب نزن و اینا، دیگه مجبورم، نمیتونم کارش بکنم، تا 3 روز باید تحمل کنم. ولی واقعا نمیشه با این استایل کار خونه کرد، که هر کس که میبینید باور نکنید، یا پشتایی که داره کمک میکنه، آخه میشه جلوی سینمون ظرف شست بچه رو رسیدگی کرد با موهای بازه سشوار کشیده؟ نمیشه خدای، فقط با این مو باید بری مهمونی یا یه کنج بشینی برای خود اینطوری. خب خورش کرفس من آماده است، گوشش کاملا پخته، فقط یه مقدار دیگه قول بزنه آبش کشیده بشه و قلیز تر بشه، زیشو خاموش میکنم. ما تو خورش کرفس قبلا هم گفتم هیچ حبوباتی نمیریزیم، بعضی ها لحظه میریزن، حالا دیگه سلیقه‌ایه، یعنی اصلا نمیشه برای چیزی یه دستور خاصی بگیم. هر کس با حالا تو هر شهری میبینی متفاوت درست میکنه، قرمه سبزی، خورش کرفس، قیمه، حالا دیگه هر جور که شما دوست دارین درست کنید، نیشه جونتون. برای چاشنی هم یا آب لیمو میریزن یا آبقوره، حالا بعضیا با آبقوره دوست دارن، بعضیا با آب لیمو. ما خودمون با آب لیمو درست میکنیم مثلا دوست داریم، ولی بعضیا میدونم که آبقوره بیشتر میریزن. برنجم هم دم اومده دیگه تمام، ولی فعلا بچه ها گوششون نیست، سعید هم نهار نمیرسه بیاد، یکم کارش زیاده این مدت، برای نهار اکثرا نمیرسه بیاد دیگه، حالا هم بیاد یکم دیر میشه دیگه. حالا ما وقت بچه ها گوششون شد، چون که صدرا دیدین که صبحونه پلو خورد، سوام که فرنچ توست خورد، دیگه تقریبا بچه ها همه سیرن. حالا تا وقتی پخت دیگه دارم من خاموش میکنم، هر وقت گوششون شد با هم جاتون خالی، جاتون البته خالی نباشه هرگز، نهار میخوریم. لباس های سریع اتو بزنیم، آسف پول داره، پول بلنکه بیکار نیم. آه؟ از کجا بردی؟ پوله بیتونم بخار بدم. کلن از اوتو کردم متنفرم.
آره قربون قدت برم من. این مای سرماست. این مای سعیده. خیلی سعیده. این مای سعیده. اون مای سعیده. بیا. همه تموم شد. بیا. اون بروز سعیده. باش. اون بروز سعیده. بیا. تموم شد. خب. ببر بذار تو همون. بلدی؟ آفرین. گذاشتی؟ آره. اون سبد آبیه رو بذار توش. بودو. اون سبد آبیه رو بذار تو اون دیگه. خدا. خب ایشون خسته شده، کار کرده، به مامانش کمک کرده. وای. قربونی تو کوچولوت میرم. قربونی. جای همه چی بلده. یه سر بهش میگم ببر سبد بذار سرجش میبره، میگم این لباس رو ببر فلان جا بذار، قشنگ همه چی میدونه، کی کجاست، کی مثلا فلان وسیله جاش کجاست. خیلی برام جالبه. خسته شدی؟ گشنت نیست؟ خواستم بریم نار بخوریم؟ نه نمیخوری؟ بریم. چی؟ دوباره؟ کجا؟ من نگاه کن، دوباره بگو اینجوری کن. آها، یعنی چی؟ اینطوری یعنی چی؟ اونطوری کردی یعنی چی؟ چی؟ به خدا میام پایین گازت میگیرم. نه گازت میگیرم. برو پله خطرناکه، مواظب باش. بودو باشا بین نهار سما صدرا
خب اینم از ناهار ما، خورشت کرفس با پلو، زیتون تازه، زیتون ماری خوشمزه که من عاشق این زیتون هستم. بقیه زیتون رو دوست دارم ولی نه به اندازه این، یعنی هیچ زیتونی مثل این زیتون ماری خوشمزه نیستش. فقط بدیش اینه که خیلی نمیمونه، زود شل میشه، خراب میشه. همین ما میگیم نوبری، زیتون نوبری. همیشه یه مقدار از این سعید میخره. متاسفانه ما خودمون باغ نداریم، ما خودمون همیشه میخریم برای مصرف سالانمون. دیگه اینم سعید گرفته چون خیلی دوست داشتیم، یه چند کیلو گرفته. تا حالا زیتون گرد و اینا بیاد تو بازار، از اونام بخریم. واقعا جاتون خالی. اینم خورش کرفس جا افتادمون با تدیک زردچوبه ای، چون من زردچوبه میریزم و عاشق زردچوبه هستم. شما زعفرون بریز. سما رفته مدرسه، کتابای سال جدیدش رو گرفته آورده. ان که موفق باشی. چند روز دیگه با بیم مدرسه؟ خب کتابات دیدی اصلا چیه؟ خب موفق باشی دیگه، باید آماده بشی. انشالله سال جدیدم سالی پر از موفقیت باشه، هم برای خودت هم برای دوستات. آقا بفرمایید نهار. بفرمایید اینو بده من. نه. سام جان بکش. بابام که نیست، جاش خالیه. سما بچه بود خیلی خورش کرفس دوست داشت، خیلی، یعنی به طوری که میگفت هر روز ما خورش کرفس درست کن. بعدش نمیدونم چرا یه دفعه ای علاقش از خورش کرفس کم شد و الان میخوره ها، ولی نه اونقدر را. و به خاطر همین من با فاصله درست میکنم، خیلی درست نمیکنم. خب منم بذارم گوشی کنار، گوشی از صدرام بگیرم، بشینیم نار بخوریم. چی؟ کمک کردم. بله. اگه گوشو بدی بهت ماستم میدم بعد از نهار. باشه. من نگاه کن. باش. الان ازت میگیرم. فکر کردی. نه دیگه. یه ذره لالا کن. اگه بچه ها لالا نکنم بزرگ نمیشن. مگه نگفتی میخوای بزرگشی بری مدرسه؟ نه. نمیخوای بری مدرسه درس بخونی؟ نه. واا دوست نداری بری مهد کودک؟ نه. بری مهد کودک با بچه ها بازی کنی؟ نه دوست ندارم. باید تو غذا که خوردی لالا کنی. من دوست ندارم. باید دوست داشته باشی. نه خودت دوست نداری؟ نه. باش.
خب من کارم تموم شد، ظرفا رو شستم، آشپزخونه رو جاروبرقی زدم، ترتمیز شد، دیگه برم جاروبرقی رو جمع بکنم. الان که همین الان کارامون تموم شد، سعید زنگ زد که من دارم میام، میخوام بیام ناهار بخورم. دیگه حالا سعیدم بیاد غذاشو دوباره گرم کنم بیام ناهارشو بخوره. سلام. حالا سمونم ناهارشو بخوره و تمام دیگه، دست ازم سرم. خب ممنون که امروزم مثل همیشه همراه من بودین، وقت عزیزتون رو گذاشتین، منو همراهی کردین، این ولاگ رو نگاه کردین. امیدوارم که از این ولاگم مثل ولاگای قبلی خوشتون اومده باشه. بازم ازتون ممنونم و پیشا پیش میدونم که کلی پیام میدید به خاطر ما، ازتون دونه به دونه تشکر میکنم. خیلی دوستتون دارم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین، مواظب عزیزانتون باشین. امیدوارم که این سال تحصیلی جدید که داره شروع میشه همه بچه‌هاتون موفق باشن، همشون انشالله به یه موفقیت بزرگ و خوب اون چیزی که شما مد نظرتونه و خودشون البته برسن. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.